به نام خداوند و با عرض سلام به برنامه زیربنا با من مرسل منصوری خوش آمدید. اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی خصوصی میگوید وزارت ترانسپورت طرح تنظیم ترانسپورت شهری را عملی نساخته است. با گفته اعضای این اتحادیه این طرح را بر اساس حکم رئیس جمهور به وزارت ترانسپورت تحویل دادند، اما در عملی سازی آن ناکام مانده است. در همین حال شماری از باشندگان کابل میگویند که به دلیل بی‌توجهی حکومت شماری از ایستگاه‌ها در شهر کابل یا تخریب شده و یا به اماکن امن برای معتادین مواد مخدر تبدیل شده است. برای بحث بیشتر در این مورد آقای سلیم طوفان، آگاه امور اقتصادی با ما هستند. آقای طوفان سلام، وقت شما بخیر. سلام خانم منصوری، خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیون زوازین شما و همچنان دستندرکاران تکنیکی برنامه شما. بله، میخوایم از شما پرسیم که چرا طرح تنظیم ترانسپورت شهری عملی نمیشه؟ خب با تشکر از شما و بیننده های تلویزیون وزین شما، در رابطه باید عرض کرد که کدام طرح در افغانستان و یا قانون تطبیق شده و یا طرح عملی شده. عدم پذیرش قانون و در کل چهره های ضعیف را گماشتن بر وزارت های سکتوری و نادیده گرفتن اهمیت سکتور در اقتصاد کشور باعث شده تا که طرح هم عملی نشه و طرح هم کاری نداشته باشه و طرح هم مشکلات در استوار و روز نباشه و در عملی ساختنش کوتاهی داشته باشن و خود عدم ظرفیت در نهادها باعث میشه تا که طرح تطبیق نشد. بله، حالا شماری از اعضای اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی خصوصی به این باور هستند که این طرح از سوی وزارت ترانسپورت عملی نمیشه و همچنان گفته شده که وزارت ترانسپورت گفته که به خاطر عملی نمیشه که این طرح بدون هماهنگی و در نظر داشت برنامه‌ی اونا برنامه‌ریزی شده. فکر می‌کنین میتونه که دلیل باشه بر این که یک طرح به خاطر تنظیم یک شهر اجرا نشه؟ دقیقا که اینجا از منظر تکنیکی یک حرف ده که گفتین وزارت ترانسپورت قابل تعامل است، بدین معنا که وقتی طرح ریخته میشه باید منابعش و عملی بودنش و در این زمان کارا بودنش و هزینه برداشتنش تمام از این مواردش مد نظر گرفته میشه که البته سکتور خصوصی با مسئولیت پذیری طرح نوشته و باید متوجه از این هم بودن که با وزارت ترانسپورت اما هنگ می ساختن از قبل و یک تیم مشترک کاری می داشتن تا که طرحشان طرح عملی می بود و کارایی می داشت و می شد که بالای از اون طرح کار بیشتر صورت می گرفت تا در مرحله اجراییش تمام سکتور خصوصی، دولت و جمع وزارت ترانسپورت، رهبری دولت اما هنگ می بودن که تا طرح کارایی نمی داشت یا قابل تطبیق نمی بود. بله، پالیسی و طرز العمل برای تقویت ترانسپورت عامه شهری یکی از اولویت های وزارت ترانسپورت می باشد. در صورتی که طرحی که رئیس جمهور از سوی رئیس جمهور به خاطر عملی شدنش وظیفه سپرده شده بود برای اتحادیه شرکت های خصوصی عملی نشده، پس چرا خود وزارت کاری انجام نمی ده؟ ما خدمتتان عرض کردم که مشکلاتی که در وزارت هست عدم ظرفیت و توجه نکردن رهبری دولت در گماشتن چهره ها در رأس وزارت، یعنی وزیرایی که آنقدر هم آنچنانی مد نظر گرفته نمیشه. وزارت ترانسپورت به خاطر بساس زده بندهای سیاسی این تقسیم میشه و اهمیت ترانسپورت اینا نمیفهمن و یا ملاحظه سیاسی می داشته باشن قابل نظر نمی گیرن که این خودش زیانبار است در اقتصاد کشور و نه تنها چرا تنها بالای ترانسپورت که چنین توجهی صورت نمی گیره، متاسفانه بالای تمام وزارت های سکتوری آنچنان که باید توجه صورت بگیرن نمی گیره که این اصلا مشکلات بیشتر شده میره و چنان که شما در گزارشتان گفتین که تمام ایستگاه ها و یا امو جایی که بر ترانسپورت جور کرده بودن اونا بالایشان هزینه شده، سرمایه گذاری شده و از پول شهروندان از این کشور بالایشان سرمایه گذاری شده و باید پاسخگو باشن، شفافیت باشه و قابل توجه باشه و در این زمان قابل طرح را که اینا میریزن قابل تطبیق باشه تا اینکه هزینه و اینوستمنت سرمایه به هدر نرود، چنان که ما میبینیم به هدر میرود چون تمام منابع لازم را آماده نساختن و طرحشان طرح ناسنجیده و غیر مقبول بوده و وظیفه شهرداری کابل هم است تا در این طرح نقش بیشتر داشته باشد.
بله، شما چه فکر میکنین که چرا در این مدت این مشکل حل نشده و نخواسته که وزارت ترانسپورت این مشکل با حکومت حل بسازه؟ کمکاری، فساد، نبود سیستم، عدم ظرفیت، نپذیرفتن. در افغانستان شما میبینین که مشکلات اگر یکی نپذیرفتن است و یکی طرح مشکل میداشته باشه، یعنی نپذیرفتن زیاده است. هر کسی که در هر مقام منصبی است، و طور مثال امروز رئیس جمهور گفته که ما تمام افغانستان را ساختیم، تمام افغانستان را ما ساختیم، ما این نرف واقعیت داره؟ کجای افغانستان را ساختی؟ خط فقر از 37% در 90% رسید. 3 میلیون شهروند از این کشور با گونه مستقیم و غیر مستقیم و مخصوصا 3 لک جوان فرار کرد و در حدود کم و بیش 4 میلیارد دلار از افغانستان خارج شد از سایکل اقتصادی و در حدود 57,000 نیروی نظامی و بقیه شهروندان که غیر از این امارش دقیق در دست نیست از دست دادیم که خود از این هزینه بردار است از منظر اقتصادی. کجا افغانستان جور شده؟ شما میبینید که از مقامات از سطح بلند رهبری شروع تا با پایین از خود راضی استند. زمانی که از خود راضی بود انسان و در کل سیستم، بدین معناست که سیستم به عمود راکت میمانه و پیش نمیره، تنوع نیست، پذیرش نیست، بالای مردم سلی رحم نیست. همین است که باعث عقب‌گرد میشه. رشد اقتصادی ما امسال 5% منفی است. ما قبول دارم که بابت کرونا است، ولیکن کجا افغانستان ساخته شده؟ بله، چه فکر میکنید که نبود ایستگاه‌های معین در مسیرها و همچنان نبود یک طرز العمل مدیریت تاکسی‌رانی چقدر تطبیق قوانین ترافیکی را به مشکل مواجه میسازه؟ مشکلات ترافیکی خب به حد و حصر است در کابل و در تمام شهرهای بزرگ و بخصوص در کابل. این نیازمند از این است که وزارت محترم امور داخله، وزارت محترم امور ترانسپورت، شهرداری کابل و در این زمان وزارت تجارت، وزارت تجارت چرا که از منظر واردات مواد سوختی که فضا را آلوده نسازه و یا اتمسفیر از بین نبره، تمام از این باید کمیته های ایجاد کنند در نخست، کمیته های تکنیکی و کمیته های کاری، تا که یک طرح معقول و یک طرح جامع را آماده بسازند و بالاش کار بکنند. در صورت نبود بودجه و یا نداشتن بودجه با دونرا شریک بسازند و بیشترینه طرح های را استفاده بکنند که کدام کشورهای دنیا با چنین ترافیک و یا ازدحام مواجه بودن و چه طور طرحهایشان معقول بوده، راه حلشان، سلوشنهایشان چی بوده، از تجربه از اونها استفاده بکنن در پروژه و یا مو طرح و یا طرح خود، پالیسی خود بریزن، تا که بتانند حداقل از مشکلات مردم بکاهن و در این زمان امی واردات بحثایی که از هندوستان صورت میگیره، فکر کنم که یک مقدارش مشکلات سیاسی است که کشور همسایه ما پاکستان مشکل ایجاد کرده، که مردم ما مستحق کمک هستن، نه مستحق مشکل سازی و یا مشکل افزایی. تقاضا میکنم از کشورهای همسایه هم که با ما کمک کنن، چون یک کشوری هستیم که 40 ساله در جنگ غرق بودیم و حالا میخواییم که کشور خود را بسازیم. متاسفانه که کشورهای منطقه و در داخل نبود اراده باعث شده که کشور ما از هر چیز دیگه کرده بیشتر از منظر اقتصادی در یک جایگاه مناسب قرار نداشته باشه و امین مشکلات اقتصادی است که تمام نظم کشور ما را رو به شکست مواجه ساخته. بله آقای طوفان، بجز از عملی شدن این پلان، کارکردهای وزارت ترانسپورت چقدر خوب ارزیابی میکنین به خاطر تنظیم سیستم شهری؟ صفر. بدین معنا که ما ترانسپورت شهری نداریم، سرکای ما انشورنس نیست، هایوی نداریم، بودیجه نداریم و کدام طرح، کدام کارکردشان، هیچ کارکرد ندارن. ترازوهای ما ترازوهای تناج بلند نداریم، ترمینال های معیاری نداریم، سیستم داخل شهری ما مناسب نیست. ما کدام کارش ارزیابی بکنیم و اینکه پنی فعلا ما خودت بحث داریم وزارت نام وزارت ترانسپورت شنیدیم. بله، چه فکر میکنین پس بالاخره راه حل چه است تا بتانیم یک سیستم ترانسپورت شهری موفق داشته باشیم؟ راه حل امین است که میتونه با
کار وسیع و گسترده با تمام اقشار جامعه بخصوص سکتور خصوصی حتی میشه جامعه مدنی و در نهادهای حکومتی به افراد قوی در رأس گماشته شود تا که اونها مطابق با پلان و بعد از یک بار که پلان طرح میشه و دوباره اکچوال پرفورمنس و یا آنچه که انجام میتن مطابق بر از او که امرای پلان دوباره چک شود که ما در با کجای در کجای کار بودیم با کجای کار رسیدیم آیا طرح ما مشکل داره پلان ما مشکل داره منابع ما مشکل داره ما بودجه نداریم با یک طرح جامع میشه که افغانستان را و بخصوص سیستم ترانسپورتیش ساخت نه با اینکه بین ادارات هماهنگی نباشه و از خود راضی باشن در این صورت است که ما نمیتونیم پیشرفت داشته باشیم. بله، کارکرد اتحادیه‌های شرکت‌های ترانسپورتی خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چقدر اینا واقعا تلاش کردن اینا در هماهنگی با وزارت ترانسپورت و یا هم وزارت در هماهنگی با اینا خواستن که بر مردم سهولت ایجاد بکنن؟ به خاطر عدم تطبیق قانون اینا نتونستن اونچنانی که نقش باید بازی بکنن ندارن نقش شما می‌بینید چون در سرکای عمومی اینا ترانسپورت ایجاد کردن و هزینه را که تعهد کردن باید سرمایه گذاری بکنن برای ترمینال معیاری ترمینالشون معیاری نیست و همین کمپانی مشخصا میبینین که تمامش خامه است و دمی باس کوچکتر میسازیم از همین برکی که میرن تا به سرای شمالی کدام ترمینالی ترانسپورت چی شهری است و چی ترانسپورت هایوی است و یا ولایتی است اصلا کدام ترمینال ندارن و یا ایستگاه‌های معیاری حداقل سرمایه‌گذاری نکردن که کوشش نکردن که در حد طرح و یا جور بکنن یک طور لااقل به نمایش بگذارن تا که من حیث سکتور وجیبه عمومی خود را ادا کرده باشن. مشکلات در سکتور هم موجود است چون تجار ما همیشه علاقمند است بالای چیز سرمایه‌گذاری بکنن که او ریترن و یا امو مفادش بیشتر باشه تا که و پولش هم سیال و به صورت نقد باشه تا که بالای زیر ساختار و یا انفراستراکچر پروژه شما میدونید که کارتن سپورتی انفراستراکچر و یا زیر ساختاری است و هزینه‌ش هم بیشتر است و ریترنش و یا مو درآمدش هم سالای زیاد نیازمند است تا که درآمد خوبتر داشته باشه و در این زمان شما میدونید که خود تجارت خدماتی سالها کار و زمان میگیره تا که مفاد داشته باشه. بله. همین دلیل است که سکتور هم آنچنان رقمن نیست بالای سرمایه‌گذاری بالای کارهای زیر ساختاری. بله. مردم چقدر نقش دارن در حفاظت از تاسیسات ترانسپورتی؟ نقش بخصوص و نقش حیاتی باید حس مادر وطن داشته باشن، وطن خود را دوست داشته باشن و همین که سرمایه‌گذاری شده شهر ما را زیبا ساخته در نگه داشتنش فرد ما وجیبه داریم، مسئول هستیم که نگهداری بکنیم اگر هم وطن ما مشکلات را ایجاد میکنه و یا به سوء استفاده میکنه و یا نمیدانه که چه رقم استفاده بکنم از هر تاسیسات سرمایه ملی سرمایه گذاری عامه نمیدانه که چه رقم استفاده بکنم وجیبه هم وطن دیگر ما هست که برش بسیار به طریق مسالمت آمیزش چون ما خشونت زیاد دیدیم از خشونت پرهیز به طریق بسیار مسالمت آمیزش بفهمانندش و خواهش کنم که چنین کار را نکنه تا که برای سرمایه ملی ضرر وارد نشه. این وجیبه فرد است. بله آقای طوفان، چرا برنامه های کامپاین های آگاهی عامه در این مورد وجود نداره از سوی وزارت ترانسپورت؟ نه تنها وزارت ترانسپورت میتونه که میدیا و یا رسانه های محترم نقش بسزای خود را داشته باشن. وزارت ترانسپورت اگر کمکاری وجود داره در ظرفیت و در این زمان آنچنان که باید آگاهی دهی کنن آگاهی دهی لازم حتما در خود وزارت موجود نیست بنن. ما از مطبوعات هم تقاضا میکنیم که لااقل با ساینا لوگوها و شارت کلپا آگاهی دهی لازم را خدمت مردم ما ارائه بدهند. بله، چقدر میتونه احداث ترمینال های ترانسپورتی در دروازه های شهر به خاطر از این مشکلات سودمند باشد تا کاهش پیدا بکنه؟ در دروازه ها بلکه از دروازه های شهر هم 5 کیلومتر دورتر باشه و ترانسپورت های ترمینال های معیاری با ترانسپورت های معیاری باشه تا که مردم از خدماتشان بهره‌مند شود و آن چی که در پروپوزل سکتور و تجار ملی ارائه میکنه باید همو هزینه را سرمایه گذاری بکنه تا که افغانستان بره به طرف ساختار نه آنچنانی که در پروپوزل و یا در پروژه یک چیز باشه و سرمایه گذاری شندک باشه در حد تصویر باشه
و سرمایه‌گذاری که لازم است صورت نگیره و ترمینالایی که غیر معیاری ساخته شده در داخل شهر هم باید اینا از شهر 5 کیلومتر از دروازه شهر بیرون شوند، چون ما می‌بینیم که در داخل شهر ازدحام زیاد است و یک مشکلات دیگر هم اینجا ایجاد می‌کنند. بله، حالا بی توجهی حکومت به این بخش و همچنان شما چنانچه گفتین که عدم ظرفیت در وزارت ترانسپورت، هر دو دست به دست هم داده تا این مشکلات باشندگان همچنان تحمل بکنن، بالاخره بررسی این وضعیت و کنترل این وضعیت به دست کی است تا بیرون شویم از این حالت؟ این کنترل به دست رهبری حکومت و همچنان مدیران ارشدش، منظورم از وزیر است که تا به اساس تحصیل، تخصص، تجربه کاری و اسکیل و یا مهارت خود مدیر به کار گمارده شوند وزیرا، تا که آنچی که توقع میره خدمات را بکنند و از عهده کار موفقانه بیرون بدر بیان، تا و در صورتی که ظرفیت نباشه به اساس زده بند 33 تقسیمات صورت بگیره وزارت ها و بخصوص وزارت های سکتوری، شما میدانند که این ناکامی را هزینه مردم افغانستان میپردازند. بله، تشکر از شما آقای طوفان از این که در این بحث با ما بودین. موفق باشین. تشکر از شما همچنان و از دستندرکاران برنامه تحنیک. و این هم نرخ ارزها در بازارهای امروز کابل. بال هم بهای طلا در بازارهای امروز کابل. با پایان برنامه زیربنا رسیدیم. خداوند نگهدارتان.